یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، قاچاقچیان، بی ناموسان یعنی ملایان، امامداران و بی امامگان، ریشداران بی ریشان، فکولی هاشون، سرداران سپاهشون، از بالا تا پایین، از طویله های اسلامی، از قوه های اسلامی، از رهبر اکبر، از نمایندگان تشخیص و شورا و خبرگان، مغننه و قضائیه و مجریه، قاضی، طلبه جزغاله تا آیت الله عمام انقدی، در یک صفت مشترکند. رئیسشون اکبر دزده است، چون بیشتر از همه دزدیده. بعضیا به ریاست قبولش دارن، بعضیا ندارن. خاتمی دزدیده، یواشکی دزدیده. ناطق نوری از جوونیش دوز بوده، قبل از اینکه این شورش 57 بیاد، در جوونیش به عنوان گوسال دزد در نور زندانی بوده. اینها با اجازه الله دزدی میکنن، دزدی اسلامی میکنند. الله اجازه دزدی اسلامی رو در صدر اسلام به پیامبرش محمد ابن عبدالله داد، گفت حمله کن، بکش، هرچه دارند بردار. میشه غنیمت، میشه انفال. و برای این کار جبرئیل صدا کرد، آیه داد، دستش آورد پایین، سوره انفال درست شد. نوع تقسیم قارت ها رو الله دستور داد که چجوری این قارت ها رو تقسیم کنید با هم دیگه. از خودم چیزی نمیگم، توی این کتاب سوره هشتم سوره انفاله. عربی هرچی بخونی نمیفهمی، فارسی بخون که بفهمی. ببین الله چجوری درس تقسیم قارت ها رو میده. آخوندها دارن تقسیم میکنن قارتی که به دست آوردند. کشور ایران قارت شده توسط اسلامیون از 1400 سال پیش تا الانه. دومین قادسیه ما موقعی بود که خمینی گجستک قدم نامبارکشو به ایران گذاشت، با حمایت گروهی خائن، بیشعور، نفهم، در یک سال قبل از شورش 57، دکتر سنجاقی یا سنجابی نوشت ایران باید حکومت اسلامی داشته باشه. مصطفی خمینی میگفت خوب برادرم بابام شاه ایران نشه، چون خیلی بیشتر از شاه آدم میکشه. اینو بنی صدر تو کتابش نوشته. ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم. اینی که میگن الله طبقه هفتمه، میگیم با. میگن یه الله زیر زمینه، میگیم با.
میریم از امام زمان حاجت میخوایم، از نمیدونم دیروز یه بانوی به من زنگ زده بود میگفت من و برادرم دوتا نامه انداختیم واسه امام زمان، من میخواستم ازدواج کنم، برادرم میخواست دانشگاه بره، برعکس شد، من رفتم دانشگاه، برادرم ازدواج کرد. بحثی داریم راجع به این مسائل، اما تا روزی که آخوند صبح رفت تای چاه، صبح نشو خورد، اومد بالا، کاغذ رو دستش گرفت، گفت امام زمان امضا کرده، تو هم گفتی با همین آشه همین کاسه. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز این برنامه من حالت سرفه به هم دست داد و دو سه بار من رو گرفت. از دوستانی که تلفن کردن و محبت کردن بسیار سپاسگزارم، و از دوستانی که توصیه می کردن وقتی اینجوری میشه خب بذار کنار ولش کن یا اون برنامه رو قطع کن. دو واقعه در زندگی من پیش اومد، یکی ترور بیژنم در لندن و یکی فاجعه وفات دخترم، از دنیا رفتن دخترم در اسپانیا. کسانی که یه خورده از قبل منو میشناسن میدونن دو روز بعد از اون اتفاقی که برای بیژن افتاد من جلوی دوربینای تلویزیون چی گفتم و پخش شد، نه تنها در ایران، در تمام دنیا، در انگلستان، در تمام دنیا پخش شد. قرار نیست روزی که با فرخزاد هنوز سال بیژن نشده بود اون کنسرت رو تو لندن گذاشتم و حرفامو زدم، گفتم که با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. و کسانی که در تلویزیون آزادی با من بودن یادشونه که بعد از اینکه از خاکسپاری دخترم برگشتم چی گفتم. قرار نیست دو تا سرفه برنامه من رو به هم بزنه. حالا از امروز یه لیوان چایی گذاشتم اینجا که اگر سرفم گرفت یه لیوان یه خورده چایی بخورم و سرفه رفع بشه. ولی به هر تقدیر من این کاری که میکنم با اعتقاد میکنم. دوستان مختلفی از سر دوستی، از راه این که منو نمیشناسن، از راه این که گاهی گدار من رو میبینند، نمیدونن چند سال من این کار رو شروع کردم، از کجا آمدم و چی کار میکنم، نصایحی به من میکنن. یه آقای یه نامه بلند بالای نوشته بود، 26 تا سوال از من کرده بود، 45 تا جواب داده بود، بعدم آخرش گفته بود که کاری که تو میکنی روز به روز تعداد بیننده هات کم میشه. من حرف خودم رو میزنم عزیز من. من صدای طبل رو میشنوم توی ایران. اگر شما نمیشنوید حتما دلیلی داره که نمیشنوید. صحبت یه دونه دو تا پنج تا ده تا ایمیل نیست. صحبت یه نفر و دو نفر تلفن نمی کنن که بگن ما رفتیم ایران و برگشتیم چه خبر بود. شما اگر نمیخواید صدای جوانان رو بشنوید، شما اگر دانشمند بزرگی هستید خودتون کارتون رو انجام بدید، احتیاج نداره به من راهنمایی بکنید. از دلسوزیتون سپاسگزارم. آقای جواد، شما عالم بزرگی هستید، من برای شما اصلا صحبت نمی کنم.
من برای جوانانی صحبت میکنم که همین امروز اومدن نشستن اینجا، نه شما که بحرالعلومید. من مخاطبین خودم رو میشناسم. من برای جوانان فردا صحبت میکنم، برای جوانان پس فردا صحبت میکنم. یک دوستی نامی نوشته که جواب این دوست عزیز رو میده. میگه در برنامه روز جمعه شما دیدم به جای کتاب شروع به فروش DVD کرده اید. واقعا حق دارید. میدونید بعضی از ما ایرونی ها خیلی ادعامون میشه، خیال میکنیم خیلی میفهمیم، ولی با عرض پوزش به اندازه فلان هم نمیفهمیم. میدونید چرا؟ چون اصلا مطالعه نمی کنیم، چون خیال می کنیم همه چیز رو می دونیم. نمونه ای که همه ایرانی ها با اون آشنا هستن اینه که توی جمع ایرانی در یک مورد یه موضوعی صحبت بکنید، مثلا بگید دست من درد می کنه، ببینید چند تا نسخه براتون می پیچن. یک لحظه فکر نمی کنن که بابا مگه من دکتر هستم، اصلا من چرا باید نظر بدم؟ من با کسانی برخورد داشتم که میگفتن ما که آقای فاضلی رو میبینیم، از حقیقت زندگی محمد هم اطلاع داریم و روشن شدیم، دیگه احتیاجی به کتاب نداریم. در جواب این دوستان میشه گفت اتفاقا الان شما در تاریکی هستید و هیچی نمیدونید. آدمی که با یک کلمه حرف فاضلی خردگرا میشه، فردا با سخنان شخص دیگه راه دیگر را انتخاب میکنه. درود به شرفت. و نمیدونه چرا خردگرا شده، نمیدونه چرا مسلمون شده، اصلا نمیفهمه که این فاضلی راست میگه دروغ میگه. دقیقا مثل شورش 57، فلانی رفیقش رفت تظاهرات، اینم رفت، فکر نکرد، فقط رفت. دلیل دیگه عقب افتادگی ما ایرانی ها اینه که کتاب میخوایم مطالعه کنیم، اول میریم صفحه آخرش ببینیم این کتاب چند صفحه است. اگه 100 صفحه بود حالا دیگه یه کاریش میکنیم، اگه بالای 600 صفحه بود که خداحافظ. من تعجب میکنم از دوستان خارج از کشور. آقای فاضلی باور کنید ما بچه ها در ایران پدر پدر جدمون در میاد تا بخوایم یک کتابی رو بخونیم. مثلا خود من بیچاره شدم تا تونستم کتاب سیرت رسول الله رو دانلود کنم. کتاب حجم بسیار بالایی داره، مجبور بودم ساعتها پشت مانیتور و کامپیوتر بنشینم و کتاب رو مطالعه کنم. فکر کنید کمردرد چقدر به سراغم اومد. حالا این دوستان سختشون میاد یک کتاب خریداری کنن، در هر حالتی که مایل و راحت هستن مطالعه کنن. ما مردم آماده خور هستیم، به خاطر همین خصلت به هیچ جا نمیرسیم. دیروز دنبال خمینی بودیم، امروز دنبال بروجردی. خودش گفته ای خاک بر سر ما. آقای فاضلی از من میشنوی این مردم رو ولکن، برو سر زندگیت، ما لیاقتمون همین آخونده هستند، از سرمونم زیادن. با تشکر از شما. ببینید هر کسی حرف و حال دل خودش رو میزنه، هر کسی. هم دیروز که من سرفه کردم، من خودم میدونم چرا سرفه کردم، دلیلش رو میدونم، چون کارهایی که در روز میکنم میدونم، معالجاتی که میکنم میدونم، داروهایی که میخورم میدونم، میدونمش کدوم سرفه‌زاست و چرا این اتفاقات میفته. ولی هر کدوم از دوستان از روی دوستی نسخه ای برای من دادن. این آقای که برای من این نوشته بود، من سایتی رو براش فرستادم که بتونه کتاب‌های زیادی رو اونجا پیدا بکنه. اگر روی سایت رضا فاضلی .net برید، رپیدشایر اونجا هست و اونجا کتاب های زیادی هست. کسایی که نمیخوان پول بدن، میخوان مجانی بشینن پای کامپیوتر اونجا بخونن. علت این که من کتاب فروشی میکنم به شما، برای این که هم یک چیزی رو اضافه به شما بدم،
هم اینکه از وسط این کار یه استفاده‌ای برای من منظور بشه. این استفاده رو که من میخوام ببرم، میخوام جمع بکنم، آخر ماه مخارج ارمو بدم و مخارج این وبسایت هایی که درست کردم، rezafazili.com.org.net. تکرار حرفم فقط اینه که بخونید. یعنی شما اگر از اول تا آخر برنامه من رو هر جوری بخواید متوجه بشید، اینه که کتاب بخونید. چرا کتاب بخونید؟ برای اینکه من از کتاب خوندن به اینجا رسیدم. خیلی کسا از شما زنگ میزنن به من و میگن خیلی خوب این حرفا که تو میزنی ما رو توی خلع میذاری. عزیز من، شما میخوای بری تو خلع؟ من دیروز برای شما گفتم این خدا و این پیغمبر و این دین و اینا رو تو هر خانواده‌ای به دنیا بیای، اونجا به عناوین مختلف به تحویل میدن. تو اگه توی خانواده بی خدا به دنیا بیای، هیچ وقت تو خلع نمیری. از بچگی میدونی هیچ خبری نیست. ولی توی خانواده که خدا به تزریق میکنن به دنیا بیای، این خدا هر گم کنی هیچ اتفاق نمیفته. با بانوی صحبت میکردم، گفتم اگر شما وقتی که بابا کرم دارن میزنن و شما میرقصید، هیچ به فکر خدا هستید؟ گفت راستشو بخوای نه. گفتم اگه پات بپیچه و درد بگیره چی میگی؟ گفت میگم ای خدا. گفتم برای اینکه لازمش داری اون زمان. حالا فرقی هم نمی کنه تو پاتو بگیری یا پاتو نگیری، یا به خدا بگی یا حضرت عباس بگی یا امام حسین بگی، هیچ تفاوتی نمی کنه در اصل قضیه. پای تو رو چیزی خوب نمی کنه به جز اینکه معالجه بکنی. اما تو میگی اگه خدا نباشه. من نمیگم بگو خدا نیستا. ببین اینا رو دارم میگم، من دارم کمدی، یعنی مکالمه که با یه نفر داشتم میگم. من به هیچ کسی نمیگم. به من میگفت یه کتاب بنویس. گفتم من کتاب بنویسم چی بگم؟ من که پیغمبر نیستم که برای شماها دین جدید آورده باشم. کتاب میخوای بخونی، تولد دیگر رو بخون. در آخر این کتاب تولد دیگر، آقای شجاع‌الدین شفا راجع به دین شیعه چند کلمه میگه. میگه کسانی که مدعی شدند که تشیع پدیده‌ای بود که در داخل خود دنیای عرب به وجود آمد و نه توسط ایرانیان، این نظر شاید تا آن حد که به پیدایش گرایش‌هایی به نام شیعه ابوبکر، شیعه عثمان و شیعه علی پس از درگذشت هر یک از این خلفا توسط شماری معدود از پیروان خاصه آنها مربوط می شود، صحیح باشد. ولی واقعیت تاریخی این است که تشیع مربوط به علی تنها از آن جهت شکل گرفت و با مرور زمان به صورت گرایش سیاسی نیرومندی در داخل جهان اسلام درآمد که ایرانیان آن را زیر حمایت خود گرفتند و در همان زمان که گرایش‌های مشابه یعنی شیعه ابوبکر و عثمان تدریجاً مزمحل شدند، اینان تشیع علوی را به صورت ابزار مبارزه استقلال طلبانه خود علیه خلافت عرب درآوردند. با پایان عصر امامان و در زمان امام دوازدهم، ناپیدایی که اسطوره او به ارزیابی تقریبا همه پژوهشگران از اسطوره سوشیانس زرتشتی سربرآورده بود و کپی اسلامی نجات دهنده موعود ایران ما قبل اسلامی بود، عصر تشیع مبارز پایان گرفت و دوران تشیع حدیث سازان و کاسبکاران آغاز شد. زیرا در نبودن امام زنده، فقط راویان احادیث او می توانستند رابط شیعیان با حقایق الهی باشند. به خصوص فقط اینان می توانستند وجود
وجوه بریه‌ای را نوشته بود. وجوه من اشتباه خوندم، بریه‌ای را که قبلا برای امام زنده فرستاده میشد دریافت دارند. نقش واقعی این حدیث سازان در طول 6 قرن شمار حدیث معتبر را از 300 حدیث نخستین به بیش از 2 میلیون احادیث کتاب بهارالانوار رسانیدند. بیش از هر چیز این بود که به موازات سایر مکتب‌های مذهبی جهان تسنن، مکتب تشیع را به نشان جدایی اسلام ایرانی از اسلام عربی زنده نگاه دارند، که با آغاز دوران صفوی اون مسئله تبرائیان اومدن و هر کسی لعن خلفا رو نمی کرد گردنشو می زدن. الان تو ایران این یارو مرتیک مهدی دانشمند، حالا برعکس نهن نام زنگی کافور، علنی داره دشنام میده، میگه ابوبکر حرامزاده بود، عمر حرامزاده بود. این حرامزاده نمیدونه که وقتی این حرفا رو میزنه به محمد رسول الله توهین مستقیم میکنه، چون اینا یاران نزدیک محمد بودن، اینا فامیل بودن با هم دیگه، با هم دیگه دختر میدادن و میگرفتن. این مردک نفهم بیشعور وقتی میگه ابوبکر حرامزاده بود یا عمر حرامزاده بود، این عقل محمد رو میبره زیر سوال، میگه محمد نمیفهمیده که اینا حرامزاده بودن، من میدونم. مسئله اینه که ما به کجا میخواییم بریم، چی کار میخواییم بکنیم. من نمیگم که ببینید، این هر دفعه تکرار میکنم، شیعه نباش، سنی نباش، نمیدونم، اصلا به من مربوط نیست تو چه دین و آیینی رو میخوای قبول کنی. حرفی رو که من میزنم، هر دین و آیینی رو که میخوای قبول بکنی اول فکر کن. نمیخوای فکر کنی، فکر نکن. فکر کردن سخته، کتاب خوندن سخته، برو آهنگ اندی رو گوش کن، اصلا سختی نداره. برو سفره بنداز، برو به نمیدونم قمر بنی هاشم متوسل بشو، یا آقای به من تلفن کرده میگه درباره امام حسین شما کتابی دارید. گفتم زین العابدین رهنما زندگی امام حسین رو نوشته، تاریخ چیزی راجع به این موضوع ننوشته، برای اینکه دوتا عرب دعواشون شده بوده، ربطی به این حرفا که ما درست کردیم نیست. طبری و ابن حشام اولین ها بودن که راجع به اون جنگ یزید و حسین نوشتن، حسین رو گولش زدن بردنش کوفه و بعدم ریختن سرش کشتنش. قصه هایی که بعد درست کردن، شاخ حسینی هایی که بعد درست کردن، اگر اونا کوفیان خیانت نمی کردن همه جمع می شدن، شاید خلیفه بعد از یزید می شد امام حسین و اون وقت سلسله علویان می مد، فرقی هم نمی کرد. سلسله علویان هم اگه می اومد همون عربایی بودن که آدم کشی می کردن، امویان هم همون عربایی بودن که آدم کشی می کردن، عباسیان هم همون آدمایی بودن که آدم کشی می کردن. عباسیان اعقاب عموی پیغمبر بودن، علویان اعقاب پسر عموی پیغمبر بودن، امویان هم اعقاب پسر عموی محمد بودن. معاویه برادر زن محمد بود، معاویه یکی از نزدیکان به محمد بود. منتها وقتی کتاب نخونی، من دینی نیاوردم برای شما عزیزان من، اینقدر به من نگید اگر این کار رو نکنیم چی کار بکنیم. من معلمی نیستم که به شماها بگم چه کار بکنید، من معلمی هستم به شما بگم چه کار نکنید. یک آقایی یه فکسی نوشته، یه ایمیلی نوشته،
بسیار حرف خوبی زده، من نمیدونم این آقا کیه، نه هیچ. میگه یک عده‌ای اومدن دارن میگن که روز چهارشنبه سوری تازینامه رو بسوزونید. از من بپرسی کار احمقانه ایه، ممکنه یه عده با من بد بشن. هیچ کتابی رو نباید سوزوند. این آقام همینه میگه، میگه از یک ایمیل با عنوان ضد اسلام نوشته زیر به دستم رسید، پیشنهاد کتاب سوزی در شب چهارشنبه سوری را دارد. این کار از نظر هر فرهیخته و با فرهنگی به دور از انسانیت و توهین به فرهنگ در کل و به فرهنگ ایرانی در جزء می باشد. هر نوع کتاب سوزی خلاف اخلاق است. چه بهتر که مو، ریش، عمامه یا عبای ملاهای قلابی را بسوزونید. اصلا همه ملاها قلابی هست. هر کتابی قابل خواندن است و از هر نوشته ای چیز یاد میگیریم. در نظر من این کار نه تنها مردمی نیست، بلکه توهین به فرهنگ ایران است که در همه دورانها صاحب کتابخانه‌ای همانند گندی شاپور بودند. چه تفاوت میکند این کار یک ایرانی و کار آن تازی که گندی شاپور را با آتش کشید؟ حرف حسابی زده. اتفاقا میشناسم کی فرستاده، هی که فرستندهشو میشناسم. حرف درستی نیست. قرآن آتیش زدن کار درستی نیست. فکر نکنید من قرآن حمایت میکنم. من همیشه میگم قرآن رو بخونید، چون هیچ چیزی به شما اسلام رو اونجوری که قرآن نشون میده هیچ چیزی نمیتونه نشون بده. شما قرآن آخوندی رو با قرآن اصلی که به زبانی که میفهمید، به زبانی که زبان روزمرتونه، اصلا زمین تا آسمون فرق داره. میبینید اون چیزایی که اونا به شما گفتن این تو نیست، برای اینکه خود اونا هم نمیدونن تو قرآن چی نوشته. برای اینکه یک آخوند میتونه بره تا درجه آیت اللهی، احتیاج نداره لای قرآن رو باز کنه. لاتائلات بهارالانوار رو نمیدونم اصول کافی و اینا رو باید بخونه، باید بدون شیخ صدوق کیه. نمیره فلسفه سهروردی رو بخونه. ببینید میره غزالی رو میخونه. هر چیزی رو که با ببینید هر چیزی که با خرافات توامه. وقتی که ولتر میگه در تورات 8000 اشتباه هست، یه اشتباهش کافیه این کتاب رو سرنگون کنه، ولی نمیکنه. قرآن رو اگر زیر سوال ببری از 8000 اشتباه بیشتر داره. این کسانی که میشینن یا تورات رو ماسمالی میکنن یا قرآن رو تفسیر میکنن یا کتاب، چون خوشبختانه کتابی که مسیحی ها دارن اصلا ربطی به آسمان و اینا نداره، نامه های پولسه و 4 نفر یا 40 نفر از کسانی که ادعا کردن ما زمان مسیح از یاران او بودیم که 4 تاش رو انتخاب کردن انجیل و دادن دست شما به اسم بایبل، این که دست شماست. هیچ وقت عیسی کتابی ننوشت، از قول عیسی نوشتند، گفتن او اینجوری ها میگفت. عیسی سرویس بین خودش و الله کسی رو نداشت، یعنی جبرئیل نداشت بره بالا بیاد پایین. در دین موسی مستقیم با یهوه صحبت میکردند، هم خود موسی هم انبیاء بعدش. اینجا توی قرآن دیروز براتون خوندم زکریا، این همه آدم در دنیا بدبختی و بیچارگی میکشن، گرفتاری ندارن. زکریا میگه من بچه ندارم، الله میگه، پدر آسمانی میگه من برات الان درست میکنم یه دونه، روحمو میفرستم پایین. بعد روح خدا چیه؟ نمیدونن، حتما جبرئیله.
چون حالا اون وقت صحبت جبرئیل نبوده، جبرئیل و محمد ساخته، ولی میبرتش اونجا. ببینید همه اینا رو باور کنید، به من طوری نمیشه. باور نکنید، به من طوری نمیشه. من میگم هر چیزی رو با فکر باور کنید. یه بانوی یه نامه بر من فرستاده بود با 20 یورو. آقای فاضلی، من یه بانوی 65 ساله هستم، شما من رو از خواب بیدار کردی، من از کمک دولتی استفاده میکنم، بیشتر از این نمیتونم بدم، اگر داشتم هرچی داشتم برات میفرستادم، چون بعد از 65 سال زندگی منو نجات دادی. حالا اون آقا در ایران میگه من روز به روز شنونده هامو از دست میدم. گفتش که دهل دارن میزنن، گفت ما صدا نمیشنویم، گفت ما شنیدیم. نه برادر، گوش شنوا داشته باش، میبینی که در ایران چه جور مردم دارن حرکت میکنن. از دلسوزیتم بسیار سپاسگزارم. آقای فاضلی، من یه دختر 18 ساله هستم، از بچگی با اسلام مشکل داشتم، همیشه برای اینکه بزرگترها نمیتونستن جواب سوالهای منو بدن میگفتن کفر نگو یا تو کار خدا دخالت نکن. بنابراین خودم به دنبال اسلام واقعی رفتم. در قرآن هیچ علمی وجود نداشت، از منطق صحبتی نبود، غیر از جنایت، کشت و کشتار من چیزی پیدا نکردم. پیام من به تمام مردم ایران، برن مطالعه کنن تاریخ رو، قرآن رو بخونن، جنایاتی که اعراب وحشی بر سر پدران و مادران ما آوردند بفهمند و محرم ها خودشون رو واسه امام حسین هلاک نکنن و هر چیز رو از روی عقل و منطق تجزیه و تحلیل کنند. کتاب به آنها گفتند پیامبرتون سوار خر شد، رفت 7 آسمون رو دید، باور نکنند، بدانند که آسمانی وجود ندارد، که این جو است که ما می‌بینیم و اینکه در فضا هیچ کس بدون لباس‌های مجهز 1 ثانیه دوام نمی‌آورد و متلاشی می‌شود و با چه سرعتی این مرد با خرش به آنجا رفته. از زحمات شما ممنونم، ببخشید وقتتون رو گرفتم. بچه‌های ایران اینجوری می‌فهمن. دانشمندان ایران نه، دانشمندان ایران حوصله‌شون سر میره از حرفای من. من برم دنبال کار دیگه، من این حرفا رو نزنم، من این بچه‌ها رو بیدار نکنم. این فقط مال بچه‌های این نسل نیست، این حرف‌ها میمونه و نسل‌ها و نسل‌ها این حرفا رو گوش میدن. روزی که من تو این دنیا نیستم، مردم این حرفا رو گوش میدن. نه قربونت برم، شما در مورد من اشتباه کردید. من امروز میخوام 2 تا حکایت یه مقداری برای تغییر حالت برنامه از حالت جدی به صورت اینجا میگن انترتینمنت، که من امروز وقتی که اومدم قصدم این بود که اون ماجرای اشک هنرپیشه رو براتون بگم. ماجرای اشک هنرپیشه اینه که یه هنرپیشه‌ای روی تئاتر کار داشت و قبل از اینکه بره روی سن بهش گفتن پدرت مرده و این هنرپیشه نقشش رو اجرا کرد و بعد با مردم حرف زد و شروع کرد گریه کردن که بله پدر من مرده و من برنامه رو قطع نکردم و مردم فکر کردن این داره بازی میکنه و براش دست میزدن. هنرپیشه بودن خیلی گرفتاری داره،
هزار نکته باریک‌تر از مو اینجاست. حالا به این یکی گوش بدید. دفتر خاطرات خدا، شنبه. امروز در بارگاه مشغول محاسبات فیزیکی برای نصب و راه اندازی سیاره‌های جدید بودیم. دستور داده ایم آتش زیر گالیله را زیاد کنند تا مردک این گونه برای ما زحمت درست نکند. مردم سرشان به کار خودشون گرم بود و یک خورشید بود و یک ماه و مقداری ستاره که چسبانده بودیم به طاق آسمون، حالا همه فضول شدن، هر روز به یک جای ما سرک میکشند، چشم درست کرده اند، پدر سوخته ها که تعطوی عالم را وارسی کنند، هر سوراخی را میبینند، این چشمشان را فرو میکنند تویش ببینند چه خبر است. دستور داده ایم در آزمایشگاه بارگاه در مورد تغییرات نسل‌های اخیر بندگان تحقیق کنند. چند قرن است خیلی فضول شدند. یک شنبه از صندوق قرض الحسنه بهشت تماس گرفتند، لیست مفسدان اقتصادی را که وام گرفته و پس نداده اند اعلام کردند. یکی نوح است، نوح نبی الله، که وام برای کشتی سازی گرفته بود و ورشکست شده. دیگران هم ابراهیم و اسماعیل و نوادگان و نتیجگانشان هستند که همگی سند خانه خودمان کعبه را گرویی گذاشتند و نمی شود اقدامی کرد. یک وام هم متعلق به محمد است که بچه کوچیشان مهدی پول را برداشته و در رفته و غیب شده. امروز قدری کسالت داشتم، اسرائیل را فرستادم زمین مقداری شیطنت کند تا بلکه حالمان جا بیاید. تعداد متنابهی از بندگان را آورده که فرستاده ایم قسمت محاسبات. کارهای این اسرائیل هم دارد تکراری می شود. خسته شدیم از سیل و زلزله و اینها. هنوز کسالت ما برطرف نشده. دوشنبه از جهنم خبر رسیده که سوخت تمام شده و آتشی در کار نیست. مغضوبین به جای عذاب و آتش از شدت سرما روی ویبره هستند. ملک سوخت را احضار کردیم، نوسان قیمت جهانی نفت و تصمیمات اوپک را بهانه کرده است. دستور فرمودیم از ذخیره سوخت بارگاه علل حساب یک حواله صادر کند تا اهالی جهنم دچار ذات‌الریه نشوند و خرج اضافی پشت دستمان نگذارند. سه شنبه به میکائیل چی دستور دادیم در مورد این مردک احمدی نژاد و دار و دسته‌اش گزارش مبسوطی تهیه کند، مثل اینکه اطلاعاتی در مورد بنده دودره با زمان مهدی دارد. آخرین بار کل باغ‌های بهشت را بین تعدادی از دوزخیان قولنامه نموده و فراری شده بود. خبر رسیده بود که به علم شعبده بازی وارد شده و اصول غیب شدن از انظار را آموخته، اما در اصول ظهور به مشکل برخورده و حتما احمدی نژاد به جاش میخواد ظهور کنه. راستی یا آقای نامه نوشته بود، در واقع ادعای امام زمانی کرده بود، ایمیل نوشته بود، گفت ایمیلم برای رهبری فرستادم، بعد تلفن کردم گفتن که ما ایمیل شما رو بایگانی کردیم به رهبری ندادیم. و ایشون میگفت من اگه امام زمانم به کجا باید مراجعه کنم و چجوری ثابت کنم که من امام زمانم. حرف قشنگی بود. چهارشنبه از اداره بازرگانی بهشت تماس گرفتن در مناطق بالانشین بهشت مؤمنین بر روی رودخانه شیر و عسل سدسازی کرده اند و در املاک خود دریاچه مصنوعی ساختند و شیر و عسل را در مناطق پایینی سهمیه بندی کرده به صورت یارانه‌ای به فروش می رسانند. سود قابل توجهی به جیب می زنند. محتمل است ریش نداشته ملک‌های سازمان شیر و عسل را چرب کرده باشند، یعنی ریش نداشته فرشته‌های سازمان شیر و عسل را چرب کرده باشند. امان از دست مؤمنین، رشو بده و رشو بگیر و دزدند. پنجشنبه وضعیت اقتصادی دربار کمی آشفته شده، ملک اقتصاد را احضار کردیم.
بحران اقتصادی آمریکا را بهانه کرده دستور داده ایم یک فروند کارد سوخت نامحدود از سهمیه الهی خودمان برای آتش کریستوف کولوم صادر کند. هرچه آتش است از گور همین پدر سوخته ها در می آید. یا آقایی هم نوشته بود به اون آقایی که گفته که امام زمان با روزی 6 لیت بنزین سهمیه 6 لیتی نمیتونه بیاد، بهش بگو اون سهمیه نمیدونم اون سهمیه که حساب کتاب نداره که مال دولتی هست از اون استفاده میکنه. جمعه چند روزیست فکر میکنم نانت نبود، آبت نبود، ملک و حوریت دم دست نبود. خلقت این آدمیزادت چه بود؟ از روز خلقت این موجود دوپا با فضول آسایش نداشته ایم. هر کاری برایشان میکنیم یک چیزی هم طلبکار میشوند، همیشه دنبال واسطه و پارتی هستند. جالب اینجاست که واسطه ها اعتبارشان از ما بالاتر رفته، مثل امامزاده ها. میگه امیدوارم آقای فاضلی هرچی بیشتر با کمک هم برای این الله دروغین مشکل درست کنیم. البته الله راستین به جای خودش هست، کسی هم حق نداره بهش حرف بزنه، چون اگه الله راستین نباشه این آخونده با اجازه کی اینقدر میتونن بدزدن؟ نه فقط با اجازه الله راستین میتونن. و ایمیل دیگه، گفتم امروز یه خود حال هوای کار رو میخوام عوض کنم. حکایت پادشاهی که باد در کردن را ممنوع کرده بود. در گذشته های دور حاکمی بیگانه بر سرزمین مادری ما مسلط شد. او بدخواه و در عین حال زیرک بود و وزیری داشت از خودش بسی بدخواهتر و زیرکتر. به او امر کرد که راهی بیاب تا بر روح و جان این مردمان مسلط شوم بدون آنکه بفهمند و اعتراضی بکنند. وزیر تفکری کرد و توماری نوشت و به جارچیان داد تا در سراسر شهرها و دهات بخوانند. قوانین جدید، اعتقاد به دین قدیم و سواد آموزی را غیر قانونی اعلام کرد. مالیات ها را به 3 برابر افزایش داد. شب زفاف عروس از آن حاکم بود و ارزش جان مردمان به اندازه 4 پایان کشور همسایه که موطن اصلی حاکم بود اعلام شد. هر گونه اعتراض و مخالفت، مثلا هر انسانی هم ردیف 5 تا شتره، هر گونه اعتراض و مخالفت با این قوانین مجازات مرگ داشت و در نهایت طبق این قوانین با در کردن به هر نوع با صدا و بی صدا ممنوع اعلام شد. حاکم گفت ای وزیر، این همه فشار آنان را به شورش واخواهد داشت و مگر قرار نبود انقلاب مخملی کنیم؟ وزیر گفت نگران نباشید، به بند باد در کردن دقت نفرمودید، همون سوپاپ اطمینان است که انرژی اعتراضشان را خالی می کند. و چنین شد که وزیر گفت مردم لب به اعتراض گشودند که این ظلمی آشکار است، کاری به اون کارهای دیگه نداشتند. این طبیعی است که حاکم بخواهد مردم را به دین خیش درآورد و سواد خواندن آنان را بگیرد. همچنین افزایش مالیات همیشه مطلوب حاکمان بوده و مالکیت در شب زفاف هم رسمی قدیمی است. بی ارزش بودن جان ما در مقابل جان مردمان همسایه هم از وطن پرستی حاکم است. اما دیگر منع باد در کردن خیلی زور است. فقط به اون قسمتش ایراد گرفتن. و تازه مگر پادشاه میتواند در تمام مستراحهای این سرزمین نگهبان بگمارد؟ آنان که باسوادتر بودند داد سخن دادند، مقاله نوشتند که تازه جانم خالی نمودن باد روده برای سلامت مفید است و هیچ قبحی در آن نیست و اینان متحجرانی بیش نیستند که سرشان را در تنبان خلایق فرو می کنند با کلی کیف به خاطر این تفسیر علمی و کلمه متحجر سرتکان می دادند و خودشان را روشن فکر می نامیدند و گفتند تازه مگر خود حاکم باد در نمی کند. جوک های بسیاری ساختند در مورد حاکم که از فرط باد نکردن ترکیده.
یا برای کنترل بر رودهش چوب پنبه به ماتحتش فرو کردند، یا مثل سگ بوکشان دماغش را به سوراخ فلانجایش فلانجای مردم میچسباند و اینها را هم برای SMS می کردند و کلی می خندیدند. نگهبانان حکومت در سراسر زمین پخش شدند تا اجرای قوانین را تضمین کنند. هر از چند گاهی بیخبر به مستراهای یورش می بردند و افرادی که باد در می کردند دستگیر می کردند و به منکرات می بردند. اما مردم همچنان به باد در کردن با صدا و بی صدا در خفا ادامه می دادند. و این صداهای بویناک رودشان را اعتراضی عظیم به حکومت می دانستند. مردم به صحراها می رفتند و شیپور می زدند. در کوچه های شهر نگاهی به این برانور می انداختند و پیفی می دادند. حتی مهمانی های زیرزمینی می گرفتند، لوبیا می خوردند و گروپ گروپ صدای شیپورشان همه جا بلند بود. بعد از مدتی دیگر کسی آن ماجرای منع سواد دین اجباری و کاپیتالیسیون و عروس دزدی و مالیات را به خاطر نیاورد و همگی سعی کردند از این آخرین حق بدیهی خودشان دفاع کنند. در همین احوال حاکم و وزیرش در قصر قهقهه سر می دادند که چه زیرکانه مردمان را در بخارات اسیدی خودشان غرق کرده اند و همگان را یه لغتی نوشته که با گاف شروع میشه فلان کرده اند. یک مقاله راجع به انقلاب خیاری در آتیه برای شما خواهم فرستاد. این چیزهایی که من براتون میخونم دوستان، گفتم که برنامه را از خشکی در بیارم. هر روز من بیام اینجا برای شما تکرار مکررات بگم، یا اگر بخواین کتاب براتون بخونم، چون شماها نمیخواین کتاب بخونید، راجع به فروش و این چیزا هم حرفی نزنم، برای اینکه خب شماها نیومدید که کتاب بخرید، نیومدید که گفتم فیلم سینمایی اتفاقا فیلمو دارن میخرن یواش یواش. هم دیروز یه اوردری داشتم، اوردر خوبی بود، یه چند تا فیلمی میخواستن تو اروپا، فیلم ها رو میخوان و همون فیلم هم به اندازه کتاب ها استفاده داره و کمک میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. فیلمم که دارم بهتون میدم برای اینکه خاطره سینمای قبل براتون زنده بشه. خیلی از شما فیلمای خودم رو خواستید، دارم سعی میکنم اونا رو جور کنم، اگه کیفیت خوب باشه یه سری از اونام براتون جور کنم. یک آقایی یه پرسشی داره که جوابش توی این کتاب ذوالقرنین، کتاب ذوالقرنین آقای شمشیری جواب این آقا رو میده، ولی فکر نمی کنم ایشون دسترسی به تهیه کتاب ذوالقرنین داشته باشه. این کتاب هست افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. خواستم بپرسم که آیا نام ذوالقرنین در قرآن همان کورش بزرگ است؟ نه. یا اسکندر گجستک می باشد؟ نه. در کتاب بازشناسی قرآن نوشته آقای انصاری نوشتند که اسکندر است. ما که گیج شدیم، نمی دانیم حرف چه کسی را قبول کنیم. دومی که آقای انصاری از اسکندر به بزرگی یاد می کند، معنی این را هم نفهمیدیم. مرا راهنمایی کنید. آقای انصاری در نظر من یک نویسنده و محقق باخردی است، چرا چنین گفته نمیدانم. بازشناسی قرآن از صفحه 100 تا 120 را بخوانید. من هم با شما هم عقیده هستم، آقای انصاری محقق بسیار خوبیه، ولی هیچ کسی 100% نیست. حتما اونی که شما میگید درسته. اسکندر یک جوان خونخاری بود، اسکندر خونریز بود و به قصد خونریزی اومده بود و به قصد برانداختن تمدن همه سرزمین ها.
در زندگی اسکندر اگر بخونید نه گریت بود، نه بزرگ بود، نه کبیر. ولی خب در مقابل سایروس دی گریت، کوروش کبیر، یونانی ها خواستن یه چیزی از خودشون بسازن و اسکندر مقدونی رو اومدن جانشین او کردن. اسکندر یه آتیلا بود، یه چنگیز بود، فقط کارش کشتن و سوختن بود، جنگجوی خوبی بود، این تنها چیزی بود که بود. ذوالقرنین یک حاکمی بود در چیز، اگر من پیدا کنم اینجا براتون بخونم که ذوالقرنین کی بود. اگر به امروز هم نرسیدم، روزهای دیگه این رو براتون میخونم که ذوالقرنین شخصی بود، یکی از حکام یمن بود که موهای سفیدی داشت و به صورت شاخ دو طرفش میبافت و به این دلیل بهش گفتن ذوالقرنین، یعنی صاحب دو شاخ. و قصه هایی درست کردن، اونی که رب به مشرق، رب به مغرب، اینجا رسید، نمیدونم توی قرآن یه حرفایی نوشته که رفت اسکندر رسید دم یه کو، گفت آتیش درست کنین، مس بیارین، یه حرفایی که مرغ پخته خندش میگیره، واقعا مرغ پخته خندش میگیره. ولی خب قرآن کتاب آسمانی اون بالا چاپ شده اومده، اگر بخونید در همون سوره کهف به داستان ذوالقرنین هم میرسید، روح و نمیدونم این حرفا. این رو من اون قسمت رو پیدا میکنم و دقیقا براتون میخونم که بدونید ذوالقرنین کیه. این کتاب در اثر کنکاش آقای شمشیری، پژوهشگر آقای شمشیریه، و ذوالقرنین رو به تمام و کمال به شما نشون میده. سعی میکنم تو برنامه فردا چند صفحه هست اونا رو براتون بخونم. اگر خواستید بیشتر ببینید ذوالقرنین چیه و اصلا اصحاب کهف چیه و روح چیه، این کتاب رو بخونید، شما رو خیلی راهنمایی میکنه. اصلا کتاب اگه خواستید بخونید با من تماس بگیرید، اگرم نه دیگه خسته شدم بس که راجع به کتاب گفتم. دوستان کمک کنید خرد پایدار بمونه. آقای سوال کرده بود که خرد یعنی چی؟ اون هم جزء برنامه است که فردا من توضیح خواهم داد. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.